درود، حرمت، احترام خدمت شما مخاطبین هزارآوار. امیدوارم هر کجای کره خاکی که هستین خوب و صحتمند باشین. امروز در خدمت یک عضو برجسته از هیئت رهبری شورای هزارهای اهل سنت هستید، جناب دکتر صاحب مسکین کاوی. دکتر صاحب، بسیار بسیار خوش آمدین، صفا آوردین به برنامه. هزارهای اهل سنت تن و جان و قلب ما هستند و بسیار خرسند هستیم از اینکه شما به عنوان یکی از اعضای رهبری شورای سراسری اهل سنت امروز در برنامه با ما هستیم. یک سلام علیک با دوستان داشته باشیم، موریم طرف مصر. سلام درود میکنم خدمت شما، با نوری عزیز، همکاران تکنیکی شما و تمام بیننده های محترم صفحه هزارآوار. آرزو دارم در هر گوشه دنیا که هستین صحت و سلامت و عافیت داشته باشین. ما در خدمت هستیم بانوی عزیز. بخیر باشین. نسبت به تحولاتی که در هفته های گذشته ترفت، ما یک تاریخ 25 سپتامبر که روز سیاه هزاره ها هست در پیش داریم، 30 سپتامبر که روز کاج هست، مصادف با کاج هست، و اول اکتبر که روز همبستگی هزاره ها هست. و در این بین متاسفانه دو تحول دیگه هم به وجود آمد توسط طالبان و گروه داعش، و یکی از او تخریب چوک شهید مزاری بود و یکی دیگه هم کشته شدن شهدای دایکنده. در این زمینه اگر گفتگوی با هزاره های دنیا دارید، از این دریچه میتونین صحبت خود داشته باشین و بعد ادامه صحبت را با شما میداشته باشیم. مهربانی. تشکر میکنم. من در قدم اول درود میفرستم بر روح تماما شهدای راه آزادی، عزت و افتخار مردم افغانستان و خصوصا شهدای اخیر حادثه جنایتکارانه و وحشیگرانه ای که در نوار مرزی ولایت غور و دایکندی به وجود آمد، که در اثری از او 14 تن از هموطنان هزاره ما بدون کدام ارتباط سیاسی و گراند و گذشته سیاسی و فقط به جرم هزاره بودن اونجا از موتر پایین شد کرده شدن و بسیار بی‌رحمانه تیرباران شدن و تعدادی هم زخمی مجروح شد. ما برای از اونا درود میفرستم، خداوند روح از اونا را شاد داشته باشه و خانواده های از اونا تسلیت عرض میکنم، برای خانواده بزرگ هزاره ها و مردم افغانستان تسلیت عرض میکنم، برای مجروحین حادثه دلخراش آرزوی سلامتی دارم. واقعا جای تاسف است و غم انگیز است در شرایطی که امروز مردم انتظار دارن تا لااقل امنیت جانشان، مالشان و ناموسشان حفظ شود. متاسفانه هنوز هم هستن گروه های و جریان هایی که با یک دید بسیار تنگ نظرانه و متاسفانه و با یک نگاه افراطیت مذهبی میان یک بخشی از مردم افغانستان را نشانه میگیرند و به جرم هویت و نژادشان اونا را از بسیار بی‌رحمانه و مظلومانه به شهادت میرسونند. این واقعا در این شرایط و در این وضعیت که فعلا جهان به سر میبرد، دنیا به سر میبرد، امنیت آدم ها و ارزش خون انسان به معنای واقعیش با ارزش است، این واقعا جای تاسف است و بسیار جنایت هولناک. به این دلیل آرزو میکنم که این حادثه دیگه بالای مردم ما تکرار نشه و این جنایت آخری باشه، و اگر قرار باشه بخوایم در افغانستان صلح، ثبات و آرامی، امنیت به وجود بیاد، در کشور یک شکوفایی به وجود بیاد، ساختار اساسی که مشکل مردم حل شود به وجود بیاد، خب واقعا باید دریچه این همه در تعصب و تعصب کورکورانه و نگاه تهجرگرانه باید هرچی عاجل گرفته شد. اما در قسمت بحث 25 سپتامبر، روز حادثه خونین و روز سیاه هزاره ها، تاریخ شهادت مظلومانه دختران هزاره در کاج و همیشه کل اول اکتبر روزی همبستگی هزاره های جهان، من اینطور باید بگم در قسمتش که واقعا رو تاریخ 25 سپتامبر 139 سال قبل از امروز توسط امیر غدار و سلام پیشه عبدالرحمن شکل گرفت و به صورت بسیار سرده و وسیع و در این زمان به حالت بسیار وحشتناک یک طیف یا قوم مردم افغانستان در زمان مورد تاخت و تاز و لشکرکشی قرار گرفت و یک نسل از بین بردن، یک نسل کشی سیستماتیک به وجود آمد، تمام داشته های از این مردم از پیششان گرفتن. بدبختانه از همون سنگ تعداب سیاهی که بالای مردم هزاره گذاشته شد تا امروز این دور باطل بالای مردم هزاره ادامه دارد و همیشه این جنایات و این وحشیگری ها نسبت از آدرس حکومت ها نسبت به مردم هزاره در لایه های مختلف اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و همه
تمام بخش های زندگی از مردم در نظر گرفته شده و ادامه دارد. امیدوار هستم که مردم ما با در نظر داشت شرایطی که دارند، با در نظر داشتی که ما داریم ایسایست بر روزی همبستگی هزاره ها میرین، این روز در سال جاری باید به عنوان یک هدف، به عنوان یک معنای کلمی واقعی کلمه که او همبستگی هست، مردم ما رسالت تاریخی خود درک کنن، از گذشته های تاریخی شان بیاموزن و بعد بیان به معنای واقعیش دست برسی هم بتن و همبستگی خود حفظ بکنن، طبقا پیدا بکنن و از این نسل کشی سیستماتیک نجات پیدا کنن. اما در موضوع تخریب چاراهی بابا مزاری باید بگم که واقعا یک کار بسیار نادرست است و این کاری هست که واقعا به آرمان یک ملت و به عزت یک شور و شوق و خواسته های یک ملت توهین شده، تحقیر شده. باید بدانیم که مزاری تراوشی از اندیشه و ذهن و رنجی را که یک ملت میلیون ها انسان در طول یک قرن و بالاتر از یک قرن کشیده بود آمده بود، اونمو صدا را بلند کرده بود و تراوشی از اونمو اندیشه ها و ذهن های خوابیده مردم هزاره بود که مزاری در زمان آمد در بین از این مردم استاد شد و بعد به عنوان عدالت و برابری تضمین کننده وحدت ملی افغانستان و آمد این موضوع را مطرح کرد و به خاطر این آرمان استفاده شد و قربانی داد و جان خود از دست داد. حالا مزاری به عنوان نماد عزت، اقتدار و همبستگی جامعه هزاره تبدیل شده و اکثرا آدم هایی که به معنای واقعی به آینده افغانستان و برزو سرزمین باور دارند، مبارزات حق طلبانه شهید استاد مزاری را به عنوان شهید راه عدالت، وحدت و برادری در افغانستان میشناسند و باور دارند. تنها هزاره نیستند، اقوام دیگری هم هستند که منصفانه در موضوع متوجه و منصفانه قضای افغانستان را دنبال میکنند. من باورم بر ازی هست که شهید مزاری را به عنوان شهید وحدت ملی، شهید راه عدالت و برابری اونا میدارند و در این یک شرایط وقتی حاکمیت میاد نماد عزت و اقتدار مردم و آرزوی از مردم در انظار از در پیش روی از این مردم نشانه میگیره و تکلیف میکنه، واقعا این کار بسیار ناشایسته و کار نادرست است و با آرمان یک ملت اینا بازی کردن. دیگه امیدوار هستم که این پروسه و این توهین و تحقیر و عزت و افتخارات و نمادهای اقتدار یک مردم در افغانستان ادامه پیدا نکنه و ما برویم به طرف وحدت، به طرف برادری و به طرف همزیستی مسالمت آمیز تو افغانستان بعد از تقریبا پنج دهه جنگ به یک آرامش برسه. این واقعا صحبت ما در قسمت همی است خانم عزیز. سلامت باشین، از شما شنیدیم صحبت‌های زیبا متین و صریحی را داشتین در زمینه، امیدواریم که دوستان هم شنیده باشن با گوش دل. و اما راجع به هزاره های اهل سنت عزیز که در افغانستان هستند، در این دو دهه اخیر یک آگاهی نسبی در بین جامعه به وجود آمده، مخصوصا جامعه افغانستان در مورد هزاره های اهل سنت. ما خواستیم در این برنامه بیشتر از شما بشنویم در مورد پیشینه، در مورد تاریخچه جامعه هزاره های اهل سنت و ای که در طول تاریخ یک کتمان هویت راجع به ای عزیزان صورت گرفته. نظر شما را بشنویم و الان این کتمان هویتی که وجود داشته چه تأثیری گذاشته روی جامعه اهل سنت. مروانه، طوری که شما میدانین هزاره ها در کلیات قضیه بعد از حادثه قتل عام دست جمعی عبدالرحمن دچار یک قصص بسیار جدی و خطرناک تاریخی قرار گرفتن و از مناطقهای مختلف تواریش شدن به خاطر نجات جانشان و بقا و حیاتشان به گوشه گوشه افغانستان پراگنده شدن. ما در این موضوع تا جایی که تحقیق کرده مطالعه دارم باور مرپرزی هست که ما با دو تا روایت تاریخی مواجه میشیم. این نباید از یاد برد که متاسفانه در سه قرن اخیر روایت آنچنانی واقعی و حقیقی از قضایای گذشته افغانستان منصفانه وجود نداره. آنچه روایاتی که باقی مانده و تاریخ نگارایی که چیزی در مسائل وقایع افغانستان نوشته کردن، بیشتر آمدن از آدرس حاکمیت تاریخ نوشته کردن، قضیه ها را ثبت کردن و قطعا ما شما میدانیم که روایت حکومتی روایت است که در او جهل وجود داره و در او بر اساس سیاست حاکمیت موضوع مطرح میشه. اما به دلیل از اینکه این روایت بسیار منصفانه و دقیقی از وضعیت مخصوصا سه قرن اخیر افغانستان آنچنان نداریم، به اون لحاظ ما باور ما بر ازی هست که با مستندات تاریخ شفاهی مردم هزاره های اهل سنت و در مجموع هزاره ها مخصوصا هزاره های اهل سنت در شمال افغانستان که دو تا بحث اینجا وجود داره و به می شکل تقریبا روایت
روایت میشه. یک روایت که ما در مناطق مختلفی از هزارهای شمال، شمال شرق سفر کردیم و قریه‌جات به ولسوالی‌ها و ولایات رفتیم و از بزرگان و شخصیت‌های علمی و آدم‌های آگاهی از اونا فهمیدیم. دو تا روایت اونا مطرح میکنن. یک روایتی است که ما مردم اکثرا با می روایت باور دارن که ما مردم در اثر فشار و در اثر تهاجمات و قتل عام‌ها و کشتارها و ظلمی که در اون زمان وجود داشت، ما از پشتی سرخ قندهار، از حوزه قیبان امید، هلمند و نظر به روایات اونا میکنند، چنال دقیق جاها برایشان دیادشان نیست. چند نسل در این مابین گذشته. اصلا روایت چنی است که ما از امی صحات قندهار و هلمند و فراو نیمروز اینجا به شمال افغانستان تواریش شدیم و بعد آمدیم به نوبت در مناطق مختلف حوزه شمال جای به جای شدیم. اما یک روایت دیگه که من لااقل به او باورمند هستم و بعد منابعی را که لااقل تا هنوز ما به دست آوردیم و در او قسمت تحقیق کردیم، او روایتی است که و نشانه های بومی اجتماعی مردم هم نشان میده که هزاره ها در شمال افغانستان به صورت طبیعی و دراز مدت در اونجا بودن و بومی ترین مردمی هم سرزمین است. به لحاظ همین روایت دومی ممکن مصداقش عینی تر بوده باشد تا اینکه روایت شفاهی که بعضی ها روایت میکنند، یعنی هزارها به صورت طبیعی. و مثلا شما اگر قرار باشد بیاین از بغلان به ماسره بگیرید، یک سلسله بسیار منظم از بغلان شروع میشه، از ساحات فنجان، دوشی، یعنی شکل بالا برفک به طرف بامیان، مناطق مرکزی، سیغان و کرمت، به دمون شکل به طرف سمنگان، و این طرف وقتی که شما میاین به پل خمری، از پل خمری همونطور میرین به بغلان، نهرین، نهرین ها که سی ولسوالی است، و سفرنگ همون شکل باز به برکه میرین، شما به مشکمش میرین، به بنگی میرین، به خانابات و علی آباد تا میشین، بعد همون شکل میرین تا به مرکز تخار، چال، نمکاپی، ولسوالی ها تا فرخار و ورسد. همین مسیر وقتی که شما ببینید یک جغرافیای بسیار وسیع است، در اینجا اکثرا به صورت تسلسلوار و ممکن به هم هزارها زندگی میکنن و از صاحبی همون سرزمین هستند، مناطق هم کلش در اختیار از اونا هست، زمین ها کلش از اونا هست. با در نظر داشت چیزی که در چند سال اخیر در دوره نادرخان وقتی که پروژه انتقال ناقلین در شمال شروع میشه، این مردم از ساحات زمین های زراعتیشان از پیششان گرفته میشه و اکثرا مردم در مناطق للم و مناطق بلنداب انتقال داده میشن. ولی به صورت طبیعی وقتی که شما به منابع حکومتی هم که مراجعه میکنید، به املاک دولتی، میبینید که امو قباله زمین ها امو شمال یک نو مرتبه دیگه هست، قلبه بستی میگم، و هر کسی که یک قلبگاه در زمان بوده بر اساس جمع زمین داره، میبینید که هر آدم 4 5 6 قلبه دوزمی زمین رو در اختیار دارن. معنیش است که اینا از گذشته ها در وطن بودن و همونجا زندگی میکردن. بسیار عالی، توضیحات بسیار مفصل بود. امیدواریم که دوستان حداقل نواحی جغرافیایی و موقعیت هایی که هزارهای اهل سنت بیشتر در اون ساکن هستن را متوجه شده باشن. در فکر میکنم در بخش هایی از پنجشیر هم هزارهای اهل سنت زندگی میکنن، گاهن بحث هایی در این زمینه هم هست. های شما اطلاعاتی دارین در اون بخش یا خیر؟ دقیقا من تنها به عنوان نمونه آمدم حوزه شمال شرق برای شما تشریح کردم. ما متأکیدن وقتی که در سال 2013 ما یک جمعی از جوانان آمدن از گوشه گوشه افغانستان، بالاخره بر اساس یک درک و درد تاریخی که از تعصب، تبعیض و نادیده گرفتن هایی که مخصوصا در دوره انقلاب، دوره جهاد و دوره مثلا حاکمیت مجاهدین، بعد دوره جمهوریت نسبت به مردم ما صورت گرفت، زیاد بحث زیاد داره، حرفای زیادی در این مابین وجود دارد. ممکن است که برنامه شما کفایت نکنه که ما به موضوع بپردازیم. خلاصه کلامی که از گوشه گوشه افغانستان وقتی جوانان آمدن، تحصیلکده آمدن، استاد دانشگاه و آدم های آگاه جامعه ما آمدن و کلشان هم یک درد شکایت میکردن که عموم محرومیت است. و ما آمدیم وقتی که موضوع هر کس مطالعات شخصی خود داشت، ولی وقتی را که جمع کردیم، قصه را که ما در بدخشان داشتیم، قصه را که در غور داشتیم، در بادغیس داشتیم، در پنجشیر و در بغلان و در سمنگان داشتیم، این قصه ها را وقتی جمع کردیم تقریبا
تبعیض و نادیده گرفتن و نسبت به هزارای اهل سنت یک نوع ناملایمتی و یک نوع برخورد دگانه را وقتی جمع کردیم به یک نقطه واحد رسیم. به لحاظ وقتی که ما شورای سراسری هزارای اهل سنت افغانستان ایجاد کردیم و بعد در پالوی دیگه کارها و رساندن صدای بر حق مردم ما، یکی دو سال بعدش ما پروسه تحقیق خانه به خانه، قریه به قریه و تاریخ شفاهی مردم خود آغاز کردیم. دیگر متوجه شدیم بسیار قصه های را ما در این باب پیدا کردیم و به این شکل در پنجشیر تنها در دره هزاره پنجشیر هزاره نیست، در قسمت های دیگه از پنجشیر هم هزاره وجود داره. باز امی سلسله ارتباط میگره با ولایت لغمان که ولسوالی دولتشاه که ولی فعلا خوشبختانه ولسوالیشان به نام ولسوالی فرجوان هم در دوری از حکومت طالبان به رسمیت شناخته شده. اونجا یک ولسوالی هست به نام ولسوالی فرجخان که اونجا هم از مردم هزارای اهل سنت است. بعد می شکل امتداد پیدا میکنه به طرف نورستان، یکی دو قریه هم در کنر. اینا در اونجا تعداد زیادی هم هستن و نفوس قابل ملاحظه هم دارن. هنوز هم مرزش ها و فرهنگ و زبان و لهجه و گوش هزارگی خود حفظ کردن و هنوز هم باور و معتقد هستن که ما هزاره هستیم و خودشان بسیار براحتی هم هزاره میگیرن و در این توزیع تسکیه الکترونیکی که بسیار کوشش شد این قسمت باز به امتدادی هم و تبعیضی آشکاری که نسبت به هزاره ها مخصوصا با هزاره های اهل سنت وجود داشت، هزاره های اهل سنت بیان به پارچه های مختلف و عشیره های مختلف تقسیم کردن و این به عنوان یک قوم به رسمیت بشناسن، اما با آن هم یک اکثریتی تمامی از مردم آمدن پس در تذکره های الکترونیکی خود باز به عنوان هزاره تذکره گرفتن و امروز افتخارم میکنن که ما هزاره است. بسیار عالی استاد گرامی. طبق تحقیقات و ملاحظاتی که صورت گرفت، چون یک آمار صحیح هیچ وقت در بخاطر خیلی از تبعیض ها و ملاحظاتی که در دوره جمهوریت وجود داشت شفاف بیرون داده نشد، آنچه که دایره تحقیقات دوستان میگن و شما میگین حتی تحقیقات خانه به خانه شده، سواهی یک مقدار راجع به روایت ها صحبت شده و آیا آماری از هزارهای اهل سنت وجود دارد به صورت دقیق تر که ما بدانیم چه مقدار آمار جمعیتی وجود دارد از لحاظ ژئوپلیتیکی؟ خب شما توضیحات دادید، ولی از لحاظ جمعیتی آیا آمار مشخصی وجود دارد و در جاهایی هم علاوه بر این سوال از هزارهای اهل سنت به عنوان بین سیاسیون به عنوان اژدهای خفته یاد شده؟ این تعبیری که به کار برده میشه به چه دلیل هست؟ اگر در این مورد هم اگر اطلاعاتی دارین مهربانی از شما میشه. قسمت سوال شما نوری عزیز تا بخش داره، مجبور هستم که هر دو بخش جواب بگم. بخش اول طوری که پیشتر من گفتم، ما بنابر ضرورتی که خود ما داشتیم برای تثبیت هویت ما، برای تثبیت جایگاه ما در جغرافیای افغانستان مجبور بودیم. تنها با ادعا نمیشد که ما ادعا کنیم که ما اینقدر مردم هستیم، نیاز به ازی بود که ما ادعای ما علمی و تحقیقی ثابت بکنیم. با در نظر داشت شرایط امنیتی که بعد از 2014 در افغانستان به وجود آمد و اکثر مسیرهای رفت آمد و رسیدن به قریجات دوردست برای اکثر آدم هایی که میخواستن تحقیقات اساسی انجام بدن، مشکلات امنیتی وجود داشت اون زمان، ولی با آن هم به چهار شورا اعضای رهبری و اعضای محلی شورا را وقتی ما برشان وظیفه دادیم که این موضوع را شما بیاین تحقیق بکنین و برای ما گزارش بدین، باز اونجا فرمات های مشخص خود داشتیم و را توضیح کردیم. در اون فرما اونا آمدن بعضی مؤلف هایی را که در نظر گرفتیم یاد داشت کردن. ما در 16 ولایت افغانستان حضور گسترده هزارهای اهل سنت شناسایی کردیم، تقریبا 115 ولسوالی، 16 ولایت و بالاتر از چندین صد قریه در ولایات و ولسوالی های مختلف افغانستان، در این 16 ولایت وجود که مراکز رای دهی از اینا را حتی ما شناسایی کردیم که با یک اکثریت قابل ملاحظه رای از این مردم است. به این لحاظ ما به این نتیجه رسیدیم، گرچند در افغانستان به گفته شما هم با این حقیقت هم داره که متاسفانه در 20 سال جمهوریت نخواستن مثلا دست های آشکار و پنهانی وجود داشت، حالا با بحثش نمیپردازیم، نخواستن که یک آمار دقیق و اثرشماری از نفوس افغانستان صورت بگیره و افغانستان که یک کشوری کسر قومی هست، اونجا بحث اقلیت و اکثریت در طول تاریخ یکی از معضله ها و ملفه های جنگ، خشونت و امتیاز طلبی ها بوده و مردم از این ناحیه رنج برده. حاکمیت ها نخواسته که امید موضوع به معنای واقعیش
شناسایی شوه و سروی شوه و دلیل علی که اقلیت و اکثریت در افغانستان مطرح سریع ثابت شوه. بلیاس اونا نخواستن که یک آمار دقیق سرشماره دقیق انجام بودن. قطعا شما میدانید که یک تحقیق خیابانی یا خانه به خانه توسط یک تیمی غیر متخصص مشکلات خود داره، و ولیکن با آن هم ما کوشش از زمین خود انجام دادیم تا یک تحقیق واقعی را به دست بیاریم. ما به صورت دقیق گفته میتونیم که بین 3.5 تا 4 میلیون انسان از بدخشان تا غور و بادغیس و کابل و کاپیسا و پروان و بامیان و بغلان و قندوز و تخار و 16 ولایت تا فاریاب و سرپل و جوزجان و سمنگان ما شناسایی کردیم که هزارهای اهل سنت در همین حدود بین 3.5 تا 4 میلیون آدم زندگی میکنند. بسیار عالی. در طول تاریخ آیا تغییراتی بر اساس جمعیت یا بر اساس توزیع ناعادلانه قدرت یا محرومیت آیا برای هزارهای اهل سنت وجود داشته یا نه؟ اگر وجود داشته چرا و دلیلش چی بوده؟ چون ما می‌خوایم یک کنکاش در این زمینه داشته باشیم که هزارهای اهل سنت چرا در انزوا قرار گرفت. خب یک کتله کلان به نام هزارها وجود داره، او دلایلش مشخص، ولی در این بین هزارهای اسماعیلیه و اهل سنت بیشتر انزوا داشت. مهربانی موضوع واضح روشن و آشکار است. ما و شما باید هر علت معلول خود داره، ما باید معلول شناسایی بکنیم، و وقتی که ما میایم موضوع را مطرح کردیم و حرکتی را که ما شروع کردیم از یک نقطه و امروز آمدیم دادخواهی میکنیم و عدالت به عنوان یک حقیقت میگم که عدالت باید در افغانستان تامین شود، قصه از همین جا شروع میشه. موضوع بازگشتاندن هویت از مردم یا گرفتن هویت از اهل سنت در افغانستان یک فرایندی دراز مدت است. کوتاه این موضوع صورت نگرفته و این در یک شبه انجام نشده و این مردم به خواسته خودشان هویتشان تغییر نکرد. ما هم که آمدیم صدای خود بلند کردیم و بعد گفتیم که ما بازگشت به هویت حرکت ما بود و می عنوان ما حرکت خود آغاز کردیم. همی بود که این پروژه از گذشته های بسیار دور بسیار دقیق محاسبه شده صورت گرفته و آمدن در حوزه شمال افغانستان، حوزه جنوب غرب مثل غور و بادغیس و مثلا لغمان و پنشیر و دینجا هزارها بسیار به صورت گسترده وجود دارن، اما پراگنده یک کتله بسیار عظیمی که در یک منطقه بسیار به صورت وسیع بوده باشن به جز از بغلان و بادغیس در دیگه ولایت بطور نیست. در ولسوالی ها مثلا یک قریه اگر هزار است، باز در کنارش در حواشی از این چندین قریه دیگه از اقوام دیگه هست. حکومت ها در اون زمان آمدن مثلا وقتی که یک آدم دیقان، یک پدر دیقان، یک پدر بیسواد بر اداره محلی مراجعه میکنه تا تذکره هویت برای اولادش بگیره، از این پرسان میکنه که نام چی است، نام پدر چی است، نام پدر کلان چی است، وکیل یا ارباب و ملک قریه‌تون چی است و نام قریه‌تون چی است. دیگه بعد باقی که در پایان آنچه که در دیتا ثبت میشد از مشخصات هویتی یک آدم، باز اون موضوع را دیگه عمو کاتبی که در اون زمان بوده باز اون نوشته میکنه. هویت قومیش همه مسائلش اونها نوشته میکنه. باز اومدن اگر قرار بوده که کاتب یک تاجیک بوده که اکثر هم قوم تاجیک های ما بوده، اونا آمدن تاجیک نوشته کردن. اگر قرار بوده یک کاتب ایماق بوده آمده ایماق نوشته کردن، اگر ازبیک بوده آمده ازبیک نوشته کردن، پشتون بوده آمده پشتون نوشته کردن. بعد این آدم دیقان بیسواد هم که شما میدانید بسیار همین موضوع تحصیل و تعلیم و تربیه و ایجاد مکاتب گپ خود مثال های اخیر در افغانستان مخصوصا در دهات و محلات به وجود آمد، مردم کم کم به سواد لااقل ابتدای دسترسی پیدا کرد. در گذشته در یک قریه که هزار خانه بود یک نفر با سوادی که لااقل در حد فارسی بنویسه و بخوانه وجود نداشت، اما یگان ملاهای محلی بسیار ضعیف بودن، اما اونها یگان موضوعات مشکلی مردم حل میکردن. دیگه عامی مردم از سواد و از دانش محروم بودن. او هم تذکره را میگرفت، خوش به رضی بود که من یک تذکره گرفتم. دیگه اصلا او تا ممکن است 10 سال نمیتونست بیا ببینه که هویت مرا چی نوشته، در حالی که لهجهش، زبانش، گویشش، فرهنگش، تماما چهره ظاهریش، تماما جنش، کل خاصیتش اون مظهر است. دیگه اونم تفاوت دشن آمده و هنوز هم در اون مناطق وقتی شما میرویم بسیار دیگه قریه‌ای که بسیار کوچک کوچک بوده باشه یا مردم آمده باشه در فرض زمین ها زندگی کرده باشه، بعضی عادت ها و یگم لهجه و گفتار و گپشان تغییر کرده باشه، در حالی که در محلات و در قریه‌ها کاملا مردم به نام لهجه و به نام رسم و رواج هزارگی خود هستن و هیچ کسی هم این کار نمیکنه. این فرایند گرفتن هویت از پیش از مردم یک فرایند آگاهانه توسط یک دستگاهی در زمانش، حالا به او بحثش نمیپردازیم،
صورت گرفت. بعد در دوره انقلاب وقتی که موضوع تجاوز خشونی سرخ در افغانستان مطرح میشد، احزاب سیاسی جهادی مطرح میشد و موضوع جهاد مطرح میشد، مردم با مور روحیه و رویکرد مذهبی و اعتقاداتی که دارن میان در مقابل میشه، اون شما میفهمید یک نقطه که مردم افغانستان همیشه وصل کرده با هم متحد کرده در راندن و در مقابله با نیروهای بیرونی است. اما وقتی که از یک برطرف میشد فشار بیرونی یا تجاوز وقتی ختم میشه، باز اینجا قصه باز پس میاد با ما اصل گپ، باز مو بی‌عدالتی است و مو استفاده جویی است و مو قومی برتر و پایینتر است یا اقلیت و اکثریت. دلیلش دو مناطق و ساحات بیشتر حزب جمعیت اسلامی، حزب اسلامی و این احزاب بوده. اینا باز زیاد کوشش کردن دی بعدها که از پیش از این مردم خویت زدایی بکنن. دیگه واقعا یک تراژدی بسیار غم انگیز است و مشکل اساسی هم همین است که ما وقتی که شورا را انجام دادیم، حرکت ایجاد کردیم، حرکت کردیم، ما بس ما نمی بود که ما در دفاع از عزیز سرزمین، در عزت از عزیز سرزمین، در افتخارات از عزیز سرزمین ما تماما شریک بودیم. هیچ سنگر داغ دفاع از افغانستان نبوده که مردم ما، جوانای ما در اونجا کشته نداده باشه، زخمی نداده باشه. و بعد اعمال در هر خانه ما که وقتی شما میرین، شما با یتیم این مردم مواجه هستین، با بیوه زنان مواجه هستین که شوهرانشان، پدرانشان، برادران خود از دست دادن، هم در دوره حکومت آقای ربانی، هم در دوره حکومت جمهوریت که ممثلی از دموکراسی و مشارکت عام مردم بود، این بحث بود. اینمی مردم بسیار به صورت سیستماتیک و به صورت بسیار آگاهانه از تماما منابع قدرت و سهم داشتن در نظام محروم شده. وقتی که یک بچه هزاره السنت یا یک بچه هزاره اسماعیلی، چون هزاره اسماعیلی در بغلان دوستهات بسیار مختلط هستیم، ما زندگی مشترک داریم، این قضاها تقریبا برای هر دو طرف، برای هر دو شاخه مذهبی از این مردم سرخ میکنن. وقتی که اینا میرفتن تحصیل میکردن، دانش مسلکی خود پیدا میکردن، اولش خود دمو پروسه امتحان کنکور را یافتن برای دانشگاه ها با مسائل تعلیمی مشکلی وجود داشت، مخصوصا در بخش های نظامی امنیتی خیلی مشکل بود. باز وقت قرار می بود یکم تا فیلتر شده اگر ترم می شد، باز وقتی که در داخل یک دستگاه می رفتن که اونجا اپلای می کردن که ما اینجا باید مامور شیم، فرمان چه، باز اونجا می آمدن فیلتریشن می کردن، می گفتن خب تو برادر چهرهش می دیدن، بارش می دیدن، می دیدن که هزار است. بعد برش می گفتن که تو از کدام قوم هستی، از کدام مردم هستی، بازی را نه تاجیک تحویل می گرفت، نه کسی دیگر در قوم های هزارای تشیع ما به عنوان که اینا در پهلوی جمعیت بودند، در او حوزه شمال بودند، در حوزه به اصطلاح اموزمان مقاومت بودند، نه اینا از سهم خودشان این مردم در نظر گرفتن حمایت کردن، نه او تاجیکا به دلیل از اینکه شما هزاره هستین برید سمتان از هزارا بگیرین، چون امو سنگ تعدابی را که در بن گذاشته شده یک سنگ تعدابی درست نبود، نظام آمدن بر اساس امو قصه های قومی و اونطوری تقسیم کردن. دیگه واقعا دی فرصت بسیار فرصت ها برای جوانای تحصیل کرده ما، برای مردم ما محدود شد و ما از این ناحیه بسیار رنج بردیم. و ما باور ما بر ازی هست که این رنج مضاعفی را که ما کشیدیم و فقط ریشش در امو دلیل دزدیدن هویت ما و بی هویتی مردیم. اگر حالا ما بس ما است که باید ما اینمی موضوع را باید جدی بررسی کنیم و باید از این موضوع استفاده چین تا این مردم هویت خود را که پیدا نکنه، باز اینمی دور باطل تکرار میشه، باز هم تکرار میشه. بسیار صحبت های معقول و منصفانه کردین. با تمام این چالش هایی که شما گفتین در طول این چند دهه به وجود آمد، در این دو دهه اخیر شورای هزاره های سراسری هزاره های اهل سنت خوب درخشید. من میخوام از زبان خودتان بشنوم که چه نقش و جایگاهی را داشت اولا در بین هزاره ها و چقدر تانست در انسجام هزاره های اهل سنت این شورا برجسته باشد و بهتر عمل بکند، به خاطر که یک موضوعی پیش آمد که می از پراکندگی کمتر شدن اینا و یک انسجام به هر حال به وجود آمد. و می چالش هایی را که شما گفتین چقدر تانست که شورای سراسری اهل سنت نقش بگیرد که اینها را مرفوع کنه، این مشکلات را مرفوع بکنه و راحت تر بتونه یک باستا و انعکاس بهتری از هزاره های اهل سنت و جامعه بتونه بشنویم. ما طوری که بیشتر خدمت شما عرض کردم، اصلا جرقه و انگیزه و دلیلی که
شورای شورای اهل سنت به وجود آمد، یک درک بسیار دقیق از درد تاریخی همی مردم. شما باور بکنید شما در هر گوشه دنیا وقتی ببین این موضوع را یک کسی میفهمد که واقعا با این چالش مواجه شد. وقتی که یک آدم هویت نداشته باشد، حالا هر چیزی که باشد، یک هویت نداشته باشد در سطح بین الملل، ما به عنوان یک افغانستانی مجبور هویت خود داشته باشیم تا اما ارزش‌های انسانی ما در نظر گرفته باشد. ولی وقتی که در داخل یک سرزمین خودمان، یک سرزمین مجموع قومی است، وقتی که من بچه هزاره سنی که نه تاجیک مرا بپذیره، نه هزاره بپذیره، نه ازبک بپذیره، نه پشتون بپذیره، نه ایماق عرب بپذیره، چون ما هویت ما تیت پراگنده شده بود و این بسیار رنج مضاعف است و بارها به عنوان هزاره تو بیایی توهین شوی، تحقیر شوی، از مجموعه ها کشیده شوی و بر تعصب شوی، احساس شوی، تبعیض شوی، اما تو باز در تصویر یک چیز دیگه باش. اینی شورا بر اساس اینی درک از اینی درد تاریخی به وجود آمد و ایجاد شد. اما وقتی که این شورا ایجاد شد حتما چند تا گپ اینجا وجود داشت. یک موضوعی بود که امی اعضای رهبری امی شورا از جوانانی بودن که ما پیشترم براتون گفتم وقتی که آدم در حاکمیت نبود، در اقتدار نبود، قطعا در سرمایه هم نیست، در منابع هم نیست، در امکانات هم نیست. شما میدانید که منابع در افغانستان در طول 20 سال جمهوریت چه رقم سیلاس ها آمد و به اختیار افراد و جریان ها قرار گرفت و چه رقم توزیع شد و چه رقم استفاده شد. باز هم اینمی مردم ما در اینمی منابع شریک نبود. یک مجموعی از جوانان آگاهی با پاهای برهنه و شکمی که رسنه آمدن با هم جمع شدن و آمدن گفتن ما اینمی درد تاریخی خود را حس کردیم و به خاطر رساندن اینمی صدای اینمی حق معین و حق قانونی از این مردم ما تلاش میکنیم. اما خوشبخت به هیچ دروازه، به هیچ نهادی، به هیچ جریانی چی سیاسی، چی بیرونی، داخلی مراجعه نکردن و از هیچ آدرس کدام پروژه نگرفتن تا بیان از او منافع استفاده کنن و بعد در کار خود. فقط با پای برهنه و شکم گرسنه آمدن اثبات شدن و تلاشایی هم که انجام دادن و می آگاهی هم شکل گرفته فقط با نام یک احساس پاک و یک صداقت عمل کردن. مثل هم قطارا و هم نسلان و هم رفیقان و هم سنگران باور دارم، چون برای ازی باور دارم که راهی را که ما انتخاب کردیم و حقیقت مبارزه ما حق است و روزی ما بخیر و پیروزی میتونه و بارهای موضوع در بین ما بحث شده که عزت ما و افتخار ما و پاکی مبارزه ما برای رسیدن به نمی حق مشروع انسانی و اسلامی ما اینمی هست که ما واقعا دست طمع به دست کس دراز نکنیم و بیایم با امکانات کم خود با یک صداقت و با یک بردباری و تحمل صدای خود برسانیم. خوشبختانه امروز ما تانستیم این صدا را در گوشه گوشه افغانستان، در ذهن و ضمیر فرد فرد مردم خود برسانیم و برای مردم خود بفهمانیم که دلیلی که تو در طول از این مدت نسل به نسل به محرومیت به سر بردی و هویتت از پیشت گرفته شده و به عنوان افراد دست دوم یا دست سوم جامعه همیشه مورد توهین و تحقیر قرار میگیری، دلیل و ریشه مشکلات اینی است. این حال مردم ما قطعا فهمیدن و از طرف دیگه برای تماما رهبران، سیاسیون، احزاب، جریان ها و اقوام مختلف افغانستان حتی در بیرون از افغانستان فهماندیم که ما یک کتله عظیمی از اینمی جامعه هستیم و بعد میتونیم در اینمی جامعه هم تولید منافع کنیم هم منافع دیگران را تهدید. ما یاد شما اگر باشه ما در ارگ ریاست جمهوری در سالیاد رهبر شهید استاد عبدالعلی مزاری اونجا بسیار با صدای بلند واضح که در اونجا تمام رهبران سیاسیون حاکمیت حکومت اون زمان افغانستان موجود بود، نهادهای بین المللی مدافع حقوق بشر و دیگر کلی که اونجا موجود بودن بسیار واضح دو تا موضوع را مطرح کردیم و بعد گفتیم که این حرف اولش همی گفتیم که دیگه ما سرباز گمنام در خدمت هیچ جریانی و هیچ کسی نیست و بعد گفتیم که ما رای دهنده مفتم نیست که فقط دیگران تصمیم بگیرن از ما و در انگام جنگ به عنوان سرباز از مردم ما استفاده کنن، بعد وقتی که رفع جنگ شد باز اونا بیان بین خود بشینن و تقسیم کنن باز مردم ما در محرومیت بوده باشه. و بعد اومدیم گفتیم که دیگه در انتخابات هایی که شما دارین که اگر وکیل میشین، اگر وزیر میشین، اگر ریاست جمهوری میرین ما را دیگه صندوق رای حساب نکنین، ما خود ما به عنوان یک آدرس، به عنوان یک محور از کتله اجتماعی ما خودمان هستیم و تصمیم میگیریم. به این لحاظ حالا باور من برای ازی هست که بحث شناسایی هویت و باورمندی بازگشت و هویت اصلی
ایشان در بین مردم مال نهادی نشده و شما شاهد هستین که هر روز از گوشه گوشه افغانستان خوشبختانه که یک موضوع خبررسانی و اطلاع رسانی بسیار ساده شده، میدیاها و رسانه های اجتماعی زیاد کمک میکنه تا یک صدا زودتر به گوش مردم برسه و هر روز موج موج مردم از هر گوشه از هر کنار افغانستان صدا میکنه که ما هزاره هستیم، اینی هویت ماست و ما با اینی هویت خود افتخار میکنیم. با نظر داشت چیزی که ما با تمام اقوام افغانستان، با تمام هویت ها و تمام فرهنگ های مردم افغانستان احترام داریم و بعد آرزو داریم که دیگر هم با اینی هویت ما و با اینی فرهنگ ما احترام داشته باشن تا ما زندگی مسالمت آمیز در بین افغانستان داشته. زنده و سلامت باشین، بسیار توضیحات مفصل و غنی دادیم. به عنوان آخرین سوال، فعلا افغانستان نظامش از هم فرو پاشیده، تسلیم داده شده به طالبان و همه ما در یک سردرگمی قرار داریم. فقط این سردرگمی ها و این آزارها نسبت به جامعه هزاره‌ها دلکل و بعد هزاره‌های اسماعیلی و اهل سنت بیشتر هست. پیام شما به عنوان یک فرد تحصیل کرده و کسی که عضو شورای رهبری سراسری هزاره‌های اهل سنت هستیم و جوانانی که در داخل کشور هستند، در خارج کشور هستند، چی هست؟ می پیام اگر واضح تر باشه که فعلا دوستان دستشان خالی هسته ولی نباید امید خود از دست بتن، اما چه کارهایی باید انجام بتن که آینده خود را بهتر بسازن؟ اگر میشه لطف کنین در این زمینه هم صحبت. خانم نوری بزرگوار، ما در قسمت دو تا پیشنهاد دارم. یگانه قومی که در افغانستان میتونه به معنای واقعی پیش قدم شود و ممثل و وحدت و برابری و برادری و تأمین عدالت اجتماعی در افغانستان شده و ثابت هم کردن که هزاره هاست. هزاره ها مردم متمدن، مردم آرام، معتدل، صلح پسند و برای زندگی مسالمت آمیز، به زندگی انسانی، به زندگی روشنگری باور دارن و پای از این موضوع قربانی هم دارن. خوشبختانه در یک طرف قضیه، بدبختانه تقسیمات مذهبی هزاره ها به سه شاخه مذهبی باعث شد که ما در طول بیشتر از یک قرن و مشکلات بسیار عدیدی را متحمل شدیم و که من دلایلش هم براتون قبلا گفتم. اما از یک طرف دیگه این بسیار خوب است، تنوع مذهبی. ما مثلا مخصوصا هزارهای اهل سنت میتونن با ریشه های مذهبی و روابط و پیوند های عقیدتی و بعد تعاملاتی که با اقوام دیگه اهل سنت در افغانستان انجام داده، میتونه یک پل بسیار ارتباط خوب و در عین زمان یک پل اعتماد بین اقوام دیگه افغانستان شود تا بیان واقعا مردم به معنای واقعیش با هم متحد شد. ما در اینجا دو تا گپ دارم. گپ اول میست، نیاز است که اول ما سری از این تلاش بکنیم چطور بتانیم هزاره ها را به معنای واقعیش منسجم کنیم، متحد شوند. برای هزاره ها در شرایط فعلی هیچ راهی جز متحد شدن و وحدت کردن وجود ندارد. اگر قرار باشه هزاره ها به این شکل پراگنده باشن و با هم متحد نشوند، قطعاً باورم بر عزیز که اینا بیشتر از این نابود میشن و بیشتر مورد تبعیض و ظلم قرار میگیرن. وقتی که ما موضوع اول اکتبر یا روزی همبستگی جانی هزاره ها معنای واقعی کلمه همیست که ما باید فریاد کنیم سر تمام مجموعه ها، احزاب، گروه های مختلفی، مردم خود چه کنیم که با معنای واقعیش بیاین متحد شویم تا واقعی بمونیم. این اهداف ما هست و این کار را باید انجام بدیم. در قدم دوم، وقتی که واقعا هزاره ها با هم متحد شد، جغرافی های ما در او وقت افغانستان شمول است. هیچ قومی ما باورم بر ازی هست که به اندازه هزاره ها افغانستان شمول نیست. شما وقتی که از بدخشان شروع میکنید تا هرات و تا غور و بادغیس و فراه و طرف تا پکتیا و تا جلال آباد و تا مناطق مرکزی، در هر جایی که مردم هست، معنای واقعیش که واقعا ما افغانستان شمول هستیم. اگر ما واقعا خود ما اول اتحاد داخل قومی خود انجام بدیم، بعد ما میتونیم که در موضوع کلان دست اتحاد و برادری به تمام اقوام افغانستان. در آخر ما در قسمت بحث حاکمیت موجود طالبانی طور میگم که اینا هم باید از گذشته تاریخی افغانستان درک بکنن و مطالعه داشته باشن و بفهمن انحصار، تبعیض، زورگویی، تقومی، تگروی، تکاندیشی راه را به جایی نمیرسه. ما لااقل از 1357 به این طرف شاهد چندین نوعی از نظام و حاکمیت ها بودیم که تک قطبی عمل کردن، تک فکری عمل کردن، تک ذهنی و تک ایدئولوژی عمل کردن و بالاخره نابود شد. بالاخره اگر قرار باشن به خواسته های برحق مردم افغانستان تمکین نکنن، هر روز بیان ارزش ها، عزت و باورها و خواسته های مردم نادیده بگیرن با
یک طرفه به جاده برون، من متوقعین هستم که یک روزی با مشکلی مواجه خواهد شدن که با دو خیلی برشان گران تمام شد و ابدی گوست همه ایست. هر نوع عمل کردی یاده ای مردم با نگاه تبعیض آمیز قومی و هویتی و نژادی که بیان ارزش های اقوام مختلف افغانستان هویت ها و باورها و اینها را زیر سوال ببرن و اینا تخت تاز بکنن، معنای چیست که دشمنی را بیشتر می سازن، اختلاف و فاصله بین اقوام در افغانستان زیادتر می کنن. این وضعیت واقعا نگران کننده هست و فردای افغانستان و نفع مردم افغانستان نیست. شما سلامت و سربلند باشید، صحبت های بسیار مفید داشتیم و یک بار دیگه تشکری میکنیم از اینکه در مصاحبه با ما بوده و همینجا از شما سپاسگزاری مجدد داریم و با شما و دوستان عزیز خداحافظی میکنیم. تشکر از شما که فرصت کردین، برای ما وقت دادین، ما هم کنده و بریخته چیزایی گفتیم. امیدوار هستم که آنچه که ما گفتیم یعنی حقیقت واقعی جامعه ما، مردم ما و مردم افغانستان هست. امیدوار هستم که در این راه برای رسیدن به یک اهداف کلان که همون وحدت ملی افغانستان است، تامین عدالت اجتماعی و برابری در افغانستان است و ایجاد یک نظام فراگیر با مشارکت واقعی همه مردم افغانستان بوده باشد، ما شاهد از او هستیم و در این راه مبارزه میکنیم. آرزو داریم که به موفقیت برسیم. سلامت و سعادتمند باشید. بخیر باشید. انشاءالله شما را و بقیه دوستان را با خود میداشته باشیم. در برنامه های آینده بیشتر به بحث هزارهای اهل سنت میپردازیم و امیدواریم که فرصت و این چانس برای ما به وجود بیاید که ما بیشتر با جامعه اهل سنت خودمون آشنا شویم و بتانیم یک ارتباط و همدلی بیشتری را بین هزارها رقم بزنیم. باز هم سپاسگزاریم از وقت شما و سپاسگزاریم از بینندگان عزیز هزارا ورد. با تا یک برنامه دیگر، بدرود.